خب درود ویژه به خدمت همه دوستان میبینم در توییچ و در اینستاگرام دوستان جمع شدن امیدواریم که باز بیشتر جمع بشن که دشمنان ایران زمین هم بیشتر هرسو اما هرچی برنامه بالاتر میره تعدادشون هرسو و جوش این دشمنان ایران زمین بیشتر برمیاد و این چرا من وقتی برنامه شروع میشه میگم دوستان دشمنان چون واقعا بخش اعظمی از بیننده های ما دشمنان هستند که نمیتوانن این برنامه رو نبینن و این یعنی موفقیت برنامه رود است اتفاقی که افتاد در دیروز اتفاق بزرگی بود آقای اکبر اطبایی تبری و بازداشت کردن اکبر اطبایی تبری کیه؟ بعد این ارتباطش با صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضایی پیشین و رئیس تشخیص مسئلات امروز چیست؟ اینها رو براتون خواهیم گفت در این برنامه و چرا این اتفاق بزرگ افتاد و چرا آقای ابراهیم رئیسی برای بازداشت این فرد و هم در آمال همیشون بازداشت شد و برای آغاز عملیات بخش مفسدان اقتصادی گارد جاویدان چرا مشخصا رفتن در کاخ مرمر پادشاهی آقای خامنه ای و اونجا اجازه گرفتن کاخ مرمر میگم میخوام اینو جا بندازم دوستان تا به امروز با نام بیت رهبری با گوششون آشنا بوده. اونجا کاخ مرمره و و آقای خامنه‌ای پا... هم در تخت پادشاه یه کاخ مرمر نشسته میدونم خیلی خیلی‌ها هرس میخورن به خصوص این جریانات برانداز هرس بخورید چون دارم میگم که هرس بخورید کلا یه خورده مرض دارم مخصوصا میگم کاخ مرمر پادشاهی شما بیشتر هرس بخورید چون من واقعا لذت میبرم حالا حتما دکتر خودم رو نشون میدم چون واقعا اذیت و آزار کسی کار درستی نیست آدم بس سادیست نشون. ولی من چنین براندازین جنیت رضا باز و پانکورد و اینا رو که من آزار میدم اینقدر لذت میبرم نمیدونم چرا به هر روی آقای اکبر اطبایی تبری اجازه بدید اطباییشو برداریم از این به بعد بگیم اکبر تبری میدونی نامش اکبر اطبایی تبری است این اطبایشو برمی داریم اینا همون تبری میگیم آقای اکبر تبری یا اکبر خان میتونیم بهشون بگیم که اصلا کی هست اصلا قیافش که حداقل نشون بدیم بعد بگیم کیه این قیافش تفلی خیلی آدم مظلوم ملوس خیلی آدم درستیه دیروز دیگه این حکومت کثیف این بچه های سپاه دزد مفسد قاچاقچی رفتن این بدبخت تفلی رو دستگیر کردن نگاه کنید گردنش از مو آزدکتر البته گردنش نمیدونم چون تبرم نمیتونه بزنه به هر روی ایشون رو دیروز دستگیر کردن ایشون کیه به جرأت میشه خیلی هم گفتن اینا بررسی کرده بودن به جرأت میشه گفت در سالهای اخیر مثل که بخش مفسدان اقتصادی که مسئله بررسی میکردن نام ایشون تو بیشتر پرونده های بزرگ فساد اقتصادی بوده چرا نام ایشون بوده؟ و کجا بوده به مانند داستان آقای رسول دانیال زاده رسول دانیال زاده کیه این آقای خوشتیپه همین یه عکس هم ازشون موجوده حالا این رسول دانیال زاده رو ما توضیح بدیم بعد برسیم به اینکه اکبر تبری کیه بعد اصلا آقای صادق عاملی لاریجانی این وسط چیکار است این آقای رسول زاده تفلی که می‌بینید این بنده خدا هم گردنش از تره خیلی لاغر اندام و اینا آگوشنگی دیگه یه خورده اینجوری شده چون فکر شما مردم بوده ایشون در فولاد گیلان و در فولاد کاویان ایشون مدیر عامل این کارخونه ها بوده تمام فولاد هم که میدونید انقدر در ایران مهمه بحثش که آمریکا یعنی خیلی سودرسان هست و آمریکا اومد مشخصا فولاد ایران رو تحریم کرد ایشون تقریبا میتونیم بگیم سلطان فولاد ایرانه میتونیم بگیم دیگه نمیتونیم بگیم میگیم ایشون آقای رسول زاده و تفلی ایشون هم سال 95 بازداشت کردن این بچه های قاچاقچیه بچه های سپایی نه این قاچاقچی هم دیگه نه اینا اومدن این بند خدا رو بازداشت کردن تفلی رو چرا بازداشتش کردن گفتن بهش یه سری اتهامات زده بعد کاشف و عمل اومد که ایشون داستانش اینه که از بزرگترین بدهکاران بانکی است تهمت دیگه تهمت میزنن دیگه به هر روی ایشون از بزرگترین بدهکاران بانکی بدون شوخی حالا یه خود جدیتر بشیم بشین و راندهایی که تونسته از بانک به دست بیاره با کمک خیلی این کار کرده که هنوز دارن روش بررسی میکنن تا ابعادش مشخص بشه برای فعلا دست به نقد بگم برادر آقای روحانی با ایشون ارتباط نزدیک داشته و ایشون تونسته از طریق برادر آقای روحانی یعنی حسین فریدون تونسته خیلی از پولهای آنچنانی رو بگیره مثلا خورده پولی که ایشون تا الان گرفته از سه بانک ملت ملی و رفاه این سه تا بانک رو خیلی کار میکرده به ویژه در شعبه فردوسی اتا میدون فردوسی نما زیاد اونجا چیز بودیم کلا یه مدتی هم خونمون میلون فردوسی بود و حال ایشون از شعبه فردوسی بانک ملی و اینا تونسته خیلی اختلاس هایی که بگیره خورده پولش 300 میلیارد تومنه به قول مهران مدیر دیروز داشتن هیلا نگاه میکنن 300 میلیارد نه نگید 300 میلیارد تومن باز نکنی قنچه کنی لبتونو 300 میلیارد تومن 300 300 اینجوری 300 میلیارد تومنه و این 300 میلیارد تومن پول خوردشونه ببینید ببینید چقدر این دیگه اختلاس کرده یه چیزی همینجوری اومدم جمع کردم اختلاسه اینو ببینم دیگه اینو خدایش نمیشه قنچه کرد هفت هزار میلیارد فقط همین چند موردی که من حساب کردم ایشون پول از بانک گرفته و نداده وام گرفته این وام رو بخشش از طریق آقای حسین فریدون گرفته برادر آقای روحانی برای نمونه تنها یک مورد که مشخص شده و اثبات شده که ایشون برای این پول ها چیکار کرده برای آقای حسین فریدون یه دونه خونه خریده در تجریش به نام خانم آقای حسین فریدون یعنی زنداداش رئیس جمهورمون رئیس جمهور محترم به نام زنداداششون یه دونه خونه اومده در تجریش چیز شده؟ به نامشون شده و این خونه به ارزش حالا مساحتش اینا رو نتونستم پیدا کنم ولی این اثبات شده حالا خودم میده چقدر داده به این حسین فریدون همین یه مورد 16 میلیارد تومنه قنچه کنی لبو 16 16 میلیارد تومنه خریدن برای آقای حسین فریدون و به نام خانومشون این خیلی جالبه حالا مورد دیگه چقدر خدا میدونه حالا امیدوارم گاندوهای دوسه حتما آقا دمت کم گاندو ساختی حالا گاندوهای دوسه رو حالا اون چیز هم حواست باشه نامها رو تو خدا فارسی بزنین بچه هایی که نیروهای امنیتی هستن بزار خشایار داریوش کوروش چه اشکالی داره حالا آرک سیاوش نامهای شاهنامه اینا نه مشکلی نداره بزار حتما خود رو ببریم ولی داستانی که هست گاندوی دو سه رو حتما درست کن ما بدونیم این 16 میلیارد ای اون 300 میلیارد که اینا لبا رو بر قنچه کرد تا چقدر باید این پولا رو اینا در این سطح قنچه میکردن دیگه تا چقدر مثلا دیگه این رقم ها رو درست می بیان می این خیلی خوبه که گاندوه دو سه درست بشه و در حال یه چیز دیگه ای که این آدم داره که واقعا شاهکاره این دیگه ببینید واقعا تو هر مملکتی پیاده نمیشه تو هر مملکتی اختلاس و اینا هست اما این یکی دیگه خیلی برای من جالب بود این آقای رسول دانیال زاده ببخشید اینجا یه چیزی بگم اصلا چه ربطی به اکبر تبری و آقای صادق عاملی لاریجانی داره وایسید بهتون خواهم گفت این آقای رسول میگم بهتون در ادامه برنامه این آقای رسول دانیال زده تفلی که گردنش از منازک داره ایشون انقدر دیگه تو کار خودشون کار کشته می شدن بخش گسترده و قابل توجهی از مدیرهای بانک شعبه های ملی ملت و رفا رو ایشون اومده بر سر کار گذاشته فکر کن مشتری یک بانک مدیر بانک رو تعیین میکنه خیلی حرفا مشتری یک بانگ. فامیلی چی شد مشتری یک بانک مدیر بانک رو میاد چیز میکنه انتخاب میکنه خب مدیری که اون میذاره دیگه راحت براش امضا میده و وام های آنچنانی رو میگیره حالا یک جوانی میخواد توی ایران ازدواج کنه من یادم به خودم اون زمان که با همسرمون ازدواج کردیم یه وام دو میلیونی رو رفتیم دنبالش انقدر سنگ انداختن جلوش گفتیم آقا گور پدرتون نگرفتیم فکر کن یه وام دو میلیونی رو یک جوان حالا الان نمیدونم چقدر دیگه اون موقع که ما بودیم سال 87 دارم میگم یه وام دو میلیون تومنی رو پدر ما رو در می آوردن ندادن آخر اون وقت این آدم پول خوردش 300 میلیارد تومنه 300 قن چه باید بکنیم لبره حتما پول شونه. خب این وضعیت مملکته حالا ایشون یه برجی اومد راه انداخت به نام برج روما این برج روما رو من لیست از عکساشو نشون بدم حالشو ببرید نگاه کنید برج روما حالا چرا برج روما رو میگم ایشون خیلی از این برجا داره چرا روما رو من دارم میگم در ادامه بهتون میگم اکبر تبری و صادق آمالی لاریجانی رو یادتون باشه تا برسیم به اصل این برج روما دیگه رو میبینید خیلی دی برج شیکیه هتلای پنج ستاره ایران بهش نمیرسن هزار کیلومتر میگم هفت هزار... هف هزار متر هفت هزار کیلومتر منو باش 7000 متر این مساحت داره 65 واحد مسکونی داره و یه هزار متر هم واحد تجاری داره 15 طبقه است چارده هزار متر هم فضای تفریحی و بعد مشاعات داره یه پنت داره که چند سال پیش پنت نزدیک هزار متره 926 متر مشخصا چند سال پیش این پنهوس با یه رقم خیلی کم 23 میلیارد 23 میلیارد چه اینجوری میگه اینجوری برای 23 23 23 میلیارد تومان فروخت در این پنهوسو با 23000 میان 23 با میلیارد تا فقط پنتوس این مجتمع فروخته شده آها اصلا مکانش نگفتم کجاست کامرانیه کامرانیه چه کاهالی میکنم و حال واحدهای مسکونی این برج انقدر زیباست میگم و تجهیزاتش انقدر زیاده که به هیچ هتل پنج ستاره در ایران به این نمیرسه خب حالا برسیم سر اکبر تبری تا اونجا پس رسول دانیال زاده رو بذاریم کنار آقا اختلاسگر فلان مدیر بانک با رو انتخاب میکرده به خیلی هم شارچ کرده خیلی ها رو و کارت هاش هم تقریبا برادر رئیس جمهور مونث به چه دولت گیرین کارتی داری خونه به نام برادر رئیس جمهور گذاشته اینا رو ما میدونیم ما تو گاندو اگر بسازن گاندو در مورد این بیشتر خواهیم فهمید این چیزایی که ما فعلا فهمیدیم خدا میدونه چقدره ته ندارن اینا که اینقدر داستان فسادشون زیاده که ته نخواهند داشت حالا برگردیم اکبر تبری که دیروز بازداشت شد تفلی توی آمول ریختن بچهای سپاه آمول ایشونو گرفتن بخش مبارزه با مفسدین اقتصادی ایشون کیه منم مثل شما نمیدونم تقریبا اطلاعات زیادی ازش نیست خب چی شده داستان پس چرا مهمه که ما داریم برنامه میسازیم با هزار بدبختی تحقیق کردیم ایشون مدیر کل امور مالی قوه قضاییه در دوران آقای لاریجانی بوده فهمیدی چی شد مدیر کل امور مالی و رفت زیادی هم به تشخیص مسلحت نظام داشتن همینجوری میرفتن تشخیص مسلحت نظام میشستن حالا ای کاش که ما تشخیص مسلحت منافع ملی داشته باشیم اینم خیلی بعد تشخیص مسلحت نظام یعنی چی تشخیص مصلحت مسل... ملی خیلی جالبه یه صحبتی آقای رایفی پور گفته که من پس فردا برنامه میسازم و خیلی زیبا گفتن دوگانه انقلابی و غیر انقلابی و دوگانه راست و چپ و اصلاحات و اصولگرایی اینا تمومه حتی دوگانه شاه و مصدق و همه اینا تمومه اپوزیسیون و پوزیسیون و همه اینا رو بریز دور اصلا مهم نیست که با این حکومت کی مخالف این حکومت کی با حکومت گذشته کی با مخالف حکومت گذشته یا موافق حکومت گذشته است پوزش میخوام قاطی کردم مهم امروز دوگانه وطن فروش و میهن پرسته که اینو من براش 4800 دیگه برنامه خیلی جامعی خواهم داشت چون یه سری صحبت ها شده بعد بررسی بشه بر رو. که ایشون با این تشخیص مسلحت رو میخواستم بگم که امیدوارم یک روزی بشه تشخیص مسلحت میهن تشخیص مسلحت منافع ملی کشور و امنیت کشور بگذاریم ایشون حضور گسترده در تشخیص مسلحت نظام داشته و مدیر کل امور مالی و قوه قضاییه بوده آقا این بچههایی که میگن سربازان گمنام امام زمان و این مفسدین مبارزه با مفسدین اقتصادی آیا اینا نمیدونستن که این شریع مشکل داره چرا فهمیدن؟ تفلیا فهمیده بودن و بارها اقدام میکنن برای بازداشت وی اما اما آقای صادق لاریجانی جلوشونو میگیره چرا میگیره حالا بهتون میگم جلوشونو میگیره و میگه نه آقا ما خودمون اینو بررسیش میکنیم چند تا قاضی قاضی پرونده رو دادی مسائل آقای تبری اکبر تبری رو بررسی کنن اینا آخر بررسی کردن فهمیدن ایشون بیگناهه خنددار نیست آقای لاریجانی صدف آمالی لاریجانی بردرن دالتون خیلی جالبه چهرهاشون هم شبیه آنو این آنوسی این لاریجانی ها این برگشته آقای لاریجانی در قوه قضایی که وجود داره مدیر کل امور مالی قوه قضایی رو داده دست چهار تا قاضی که مسئله اینو بررسی کنید خب معلومه که بیگناه در میار قاضی که داره ایشونو بررسی میکنه ببخشید داره رئیس مالی خودش رو بررسی میکنه مگه میاد از این علی این چیزی بگه خنده دارا در قوه قضاییه طرف کی متهمه مدیر امور مالی قوه قضاییه متهمه بر همون قوه قضاییه میاد اینو بررسی میکنه میگه بی گناهه خب معلومه بی گناهه صد بارم بررسی کنی بیگناه میشه حالا کاشف و عمل میاد که ایشون فقط ایشون نیستش که ایشون ایشونه که خیلی نزدیک آقای این دستش درست کرده خوب دیده نمیشه اینجا شاید بهتر دیده بشه ایشون همواره یار قاره آقای صادق آمولی لاریجانی است این هم عکسشون چرا یار قارشه ایشون شریک تجاری آقای صادق آمولی لاریجانی است فهمید چی شد مدیر کل امور مالی قوه قضاییه شریک تجاری آقای صادق آمولی لاریجانی است الان هم بازداشت شد برای چی؟ برای اختلاس و مفاسد اقتصادی که اتانا در گاندوهای بعدی میان برامون بگن که باید هم بگن باید این وظیفه ملی اون بخش از نظامی که میگه من کارم درسته و بقیه کار غلط که گاندو بسازید ما بفهمیم این چیزا سرمون نمیشه ما الان گاندو دوست داریم ببینیم اصلا الان سریال گاندو هم تموم شده ما تو خماریش موندیم باز بسازید ببینیم که ایشون فعالیت تجاری گسترده و شریکه حالا این رو که زنیم چرا به اون رسول دانیال زاده داشت رسول دانیال زاده که یادتون هست کی بود ایشون بود بذار اجازه بده ایشونه این چه ربطی به آقای صادق لاریجانی و اکبر تبری داره حالا اون چیزا رو بهتون نشون دادم برگشم گفتم که برج کامرانی روما این چه ربطی داره آقا شریک هم با هم دیگه آقای صادق آملی لاریجانی در این برج روما در کامرانیه واحد داره خدا میدونه چند تا واحد داره حداقل یک واحده که رو شاخشه واحد داره اجاره داده یا خودش میشینه که حتما فکر نمیکنم خودش بشینه شاید اجاره داده در حال اینا همشون با هم دستشون تو یک کاسه است خب آقای خامنه این مدت ها سینه فهمی در کاخ مرمر اومدن براشون ارائه دادن و ایشون این قضیه رو فهمید و با اجازه مستقیم به بخش چون هر سری بخش مفسدان مبارزه با بحث اقتصادی مفسدین اقتصادی میخواستن فعالیتی داشته باشن آقای لاریجانی و بردان دالتون جلوشون رو میگرفتن همه جان هم که اشغال کردن از مجلس بگیر دیگه قوه قضاییه بگیرو دو رکن اصلی این نظام دست ایناست دست این دوزاست بعد میگن چرا مملکت هم رو حواست آقای خامنه ای دیگه اومد آروم آروم آقای لاریجانی رو گذاشت کنار و ابراهیم رئیسی رو آورد و من خیلی امیدوارم آقای ابراهیم رئیسی یه انقلاب انقلاب هر میشه خر تو میشه پوزش میخوام اینا پس بگیریم از انقلاب و انقلابیگری کلا بیزار من ذاتا ضد انقلابم و امیدوارم یک رستاخیزی رو آقای ابراهیم رئیسی ایفا بکنه و انجام بده و با مجوز کاخ مرمر آقای ابراهیم رئیسی دستور بازداشت این فرد رو دادن که حالا در آینده باید بفهمیم که این فرد ابعادش چقدر دیگه داستان داره دوست آقای لاریجانی و آقای خامنه اگه یادتون باشه سه چهار روز پیش آقای لاریجانی رو ابقا کردن در مسلحت نظام که این هم از اون هوشمندی های استراتژیک آقای خامنه است چرا به خاطر اینکه گفتم الان اگر بخوان ایشونو وردن خیلی همه چی به هم میزه گام به گام اول اطرافیانش رو باید بزنن و اطرافیان آقای لاریجانی یعنی الان این آقای اکبر تبریه گرفتن من امیدوارم بعد برسیم به دوران پایان سلطنت پنهان برادران لاریجانی اینها دارن خیانت میکنن تو این شکی نیست نگاه کنید آقای لاریجانی که آخونده میگه من فلاونم من ساده زیستم در برج رومای کامرانیه خونه های آنچنانی داره چکار میکنه جولان میدن حداقل چند تا واحد بعد داشته باشه اونجا شریک تو اون داستان در پرونده رسول دانیال زده اینا شریکن و بعد ببینیم در آینده چی میشه این اتفاق بسیار مهمه ببینید آغاز مبارزه با فساد اقتصادی در ایران شروع شده باید از توسط تمام قشهای مملکت مورد حمایت قرار بگیره اینم بگم بعد حواسمون باشه کسی هم اینجا این وسط بیگناه هرکی پول داره یقش رو نگیرید پدرش در بیارید بایستی همه چی در بیاد یعنی طرف واقعا باید فتا چون تو اینجور شرایط گرفه انقلاب و انقلاب بازی و خر تو خر و شیر تو شیر و اینا میشه هر کسی دیگه حالا یه پولی داره میخوان بگن آقا از کجا آوردی پدرش نمینه و یک جو خیلی بدی بسازن نه این جو نباید ساخته شه اونایی که واقعا اختلاس کردن و واقعا خیانت کردن در امانت ملی کشور اینها باید بازداشت بشه من حالا این اکبر تبری هم نمیدونم کرده یا نکرده شواهد نشون میده که ببخشید این پولا و این داستان ها جابجا کردن اینها اینها نمیتونه عادی باشه و به هر حال انقدر حتما پرونده قوی بوده که بچه های سپاه رفتن ایشونو دست و این خیلی خوبه که بچه های سپاه این کاری کردن چون آقا میگن اینا بردانه قاچاقچی هم فالا و در عمل خیلی خوبه اینها خودشون اومدن یقه کردن اطرافیان آقای صادق آمولی لاریجانی و باید زمان بخوره ببینیم چه اتفاقی میافته ولی مسئله ای که وجود داره من فکر می کنم پایان دوران بردرن لاریجانی در کشور ما به سر اومده مطمئنا یک چیزایی بوده حتما احمدی نژاد انقدر گلو خودشو پاره کرد در مورد اینها و اسناد حتما وجود داره و اینو حتما در کاخ مرمر بررسی کردن و اگه کاخ مرمر ایشون کامل نمیذاره کنار حتما مسلحت هایی وجود داره و با تجربه که من مسئله سیاسی نگاه میکنم به موقعش یعنی کاری که در کاخ مرمر همیشه انجام میشه و بحثا بررسی میشه به هنگامش یک کاری رو اجرا میکنن یعنی همه چی رو میدونن ولی میزنن زمان خودش هنگام خودش این کار انجام میشه الان که آرام آرام, آرام آقای رئیسی رو آوردن شست قاضی مفسد رو گذاشتن کنار که این اتفاق بسیار اتفاق به نظر من بزرگی بود شست قاضی شوخی نیستا شست قاضی رو از کار بیکار کردن و الان هم اومدن ببخشید دست راست صادق آمالی لاریجانی در حوزه اقتصادی رو قطع کردن و دست راستش الان انداختن زندان بازداشت شد در آمال دستگیر شد چشبسته انتقالش دادن به تهران بعد ببینیم در روزهای آینده چه اخباری میاد این بخش برنامه رو میبندم دوستان خیلی این برنامه مهم بود باید مورد حمایت قرار بگیره این دست از بازداشت ها پایانه به بخش این فساد اقتصادی نه متامشه یادمون بشه این که واقعا دوگانه وطن فروش و میهن پرست وجود داره در این دوگانه کسی که اختلاس میکنه وطن فروشه باید جواب پس بدن چون وضعیت اقتصادی کشور ما هم جوری نیستش که اجازه بدیم کسی بخواد به مانند زالو بیفته به رک های اقتصادی کشور ما و خونی که در این رک ها وجود داره رو بمیگه باید جواب پس بدن تو این حوزه به حال دمتون گرم این بخش برنامه رو میبندم سباس گذارم